بعد از جام جهانی هم خب توی جام ملت‌ها که متاسفانه حیف شد که نرفتیم فینال حالا چون شما توی قطر هم بازی کردی و خب خیلی با شرایطشون و فضاشون آشنایی داری ما حالا اگر که میرفتیم فینال فکر میکنی که باید با قطر بازی میکردیم دیگه فکر میکنی چقدر مثلا اون تیم قطری که توی فینال بود با تیم ما اون زمان اختلاف داشت و الان که میخوام وارد جام جهانی بشن ما چقدر از لحاظ آماده سازی با هم فاصله داریم ببینید شما هر چقدر پول بدی آش میخوری این چیزی که زر و که کل دنیا دارن صحبتشو میکنن خیلی راحت گفتم به قطر شما الان نگاه کنی بازیکن جوون هست و بازی ملی داره بازیکن 20 سالش مرتزا پورالی انجی اب بچه یا 15 سالگی من تیم ملی هم. الان 7 سال تیم ملی هم. من بازی هم به 45 نرسیده یعنی ما سالانه با تمام احترام 5 تا ملی 10 ملی نداریم به خاطر حالا سری شرایط ها ولی قطر داره خرج میکنه ما توی جاملت ها حالا این صحبت ها رو حالا نمیدونم درسته یا نه توی جاملت ها واقعا توی تیم ملی یعنی توی تیم ملی آرامش ولی بیرون تیم ملی حالا یه سری از طرفدارا با تمام احترام و... یعنی فشار می آوردن روی ذهنیت بچه ها و فشار می آوردن روی تیم ملی بخاطر همین من احساس میکنم کل تیم ملی قطر یه کشور قطر پشتشون بود و ساپورت میکردن و آماده،, آماده کرده بودن این تیم ملی رو کلی بازی های تدارکاتی کلی شرایط هایی که به حال واسهشون ساخته بودن این تیم ملی اومده بود که دیدی که همه قهرمان ها رو برد یعنی از عراق بگیر کره بگیر عربستان و ژاپن و همه رو برد دیگه به نظر من م... حالا ما میتونستیم حالا یه حسرت بزرگی توی دل من و توی دل چهار پنج تا بازیکنامون خود تیم ملیمون که فکر می‌کنم بهترین تیم ملی کشورمون توی جام ملت‌ها بود میتونستیم قهرمان بشیم ولی خب نشدیم ولی خب میگم واقعا یکی از حسرت بزرگی که اصلا نمیدونم الان واقعا نمیدونم بگم حرفی برای گفتن ندارم تو این قضیه ولی بابت اینکه دارن چیزی آماده میشن شما الان نگاه کنید در هر فیفا دی چهار تا بازی ملی دارن یعنی چهار تا بازی تدارکاتی دارن با تیمای خیلی خوب و این بازی ها نیازی به پول داره نیازی به نیاز به این داره که شما خرج کنی شما صحبت کنی بری با تیم ملی ها رو دعوت کنی تو کشور خودت هزینه کنی و این بازیکن ها میان این همه شادی میارن واسه کشورشون چون به هر حال بازی میکنن با تیمای بزرگ با تیمای آسیایی به هر حال ترسشون میریزه و این تیم ملی میاد حالا های بزرگ دنیا رو میاره های بزرگ دنیا رو میاره که دو تا تجربه کسب کنه بازیکن جوونه مثلا یه تجربه کسب بکنه اینه که من احساس میکنم ما باید یه ذره به خودمون بیایم و بیشتر بازی های ملی بذاریم و یه از تجربیات آدمایی که کنارمون اصلا استفاده کنیم و نتایج خوب بگیریم انشالله الان همین بازیکنهای قطری که اشاره میکنیم مثلا خود قطر، عربستان، عراق خیلی جالبه همهشون توی لیگ خودشون بازی میکنن الان شما توی قطر بودی اصلا این بازیکنها یا پیشنهاد ندارن از کشورهای دیگه یا کلا اصلا خیلی فرقی براشون نمیکنه یا اصلا ترجیح میدن توی کشور خودشون بمونن به نظر من حالا بازیکنه هستن که پیشنهاد داشته باشن حالا چند هستن پیشنهاد حالا خوب اروپایی که نه ولی اروپا پیشنهاد دارن ولی انقدر اینا از نظر مالی از نظر شرایطی از نظر همه چی تأمین میشن فقط دوست دارن تو کشور خودشون بمونن و افتخار برای حالا تیمایی کشور خودشون کسب بکنن افتخار بیا من نظرم بر اینه که اینا همه جوره تأمین میشن تکون نمیخورن من مرتزا پور گنجی پنج تا بازیکن دیگه که دارن بیرون از ایران بازی میکنن ما عشق و علاقه به فوتبال ما عشقمون فوتباله ما عشقمون تیم ملیه ما عشقمون تیم های ولی وقتی تامین نشیم وقتی من نتونم خرج خونه بودم رو درست بدم و خدای نکرده یه مصونیتی برای من ایجاد میشه همه فراموشم هم میکنن مطمئنا من بازیکن به فکر زندگی بعد فوتبالم هم، زندگی هم، به خاطر همین من احساس میکنم اونا همه جوره تعمیم میشن بازیکنی مستون میشه ده سالشه یه جوری درستش میکنن میاد ست تا بازی ملی میکنه حسن الهیدوست شما نگاه کنی فکر کنم بالای اگر دروغ نگم اگر اشتباه نکنم خیلی مثلا حالا مستون شد بازیکن فوق کاپیتان فوق حالا چند بارم میگم مسئولیت بزرگ بسش ایجاد شد ولی دوباره اومده داره بازی میکنه و بیشترین بازی ملیشون هم داره منظورم اینه که روی بازیکناشون سرمایه گذاری میکنن روی بازیکناشون یعنی بهشون احترام میذارن خدا نکرده مصوم بشن درمونشون میکنن دوره میاد بازی میکنه ولی تو کشور ما نمیخوام بد صحبت کنم در مورد شرایطمون ولی خب بازیکن زیاد داریم هر کسی مصوم بشه دیگه اگر خودش به خودش کمک نکنه کسی نیست به فکر بازیکن باشه به خاطر همین من احساس میکنم بیشترین دلیل پیشرفت قطر اینه که یا بیشترین دلیل بازی که بیرون نمیرن اینه که همه جوره تأمین میشن بهتر اینجوری بگم که همه جوره تأمین میشن همان نظر مالی همان نظر اینکه خود نکده این مصوم شدن کسی هست دوباره مثلا بهشون برسه و بتونن به بازیشون برگردن درسته ولی خب چیزی که تو ذهن من میاد اینه که مثلا خود شما یا ایرزا جهانبخش که میان مثلا یه سری چالش جدید انتخاب میکنین خب دارین دوری از خانواده رو تحمل میکنین هی hey, شرایط کشور جدید رو تحمل میکنین ولی آدم حس میکنه خب یه بلند پروازی بیشتری داره که خب حیفه که واقعا از این توی تیم ملی باید بیشتر استفاده بشه که ما جلوتر باشیم از این تیم ها شاید مثلا اونایی از دقیقه همین موردی که شما میگه خب میمونن توی قطر یعنی شاید خیلی اون دورنمایی که من برم شاید تو اروپا بازی کنم و اونقدر مثل شماها ندارن این چیزی که از بیرون اینجوری حس میشه در اون اون درصد اصلا جاه طلبی حالا بچه های ایرانی ما خب بیشتر از فکر میکنم همه مثل ما ژاپنیا جاه طلبیم دوست داریم هی پیشرفت کنیم ولی خب میگم حالا بعضی از بازی ها یه جورایی نمیشه جازی ژاپن من احساس میکنم از اون نمیشه ها بود نه راجع به استثناءات صحبت نمیکنم کنم به همون کلیت آره کلی کلی من نظرم برای اینه که ما جاه طلبی ما دوست داریم بیشتر پیشرفت کنیم و حالا بچه های قطر بیشتر دوست دارن توی قطر بازی کنن و همونجا فوتبالشون رو تموم کنن بیشتر بازی قطری من حالا تا جایی که یادمه همشون دوست داشتن و دوست دارن که توی قطر بازی کنن و همونجا توی السد دوهیل ریان فوتبالشون رو مثلا همونجا تموم کنن بس. چیزی که حالا من حالا فهمیدم متوجه شدم